قبل از انقلاب یک گروهی بودن که بعداً معروف شدن به گروه الله اکبر، بعداً معروف شدن به گروه روحانیون و بیدار، بعداً معروف شدن به خط سه اصفهان. این گروه که آقای سید مهدی هاشمی نقش جدی در این داشت، اینها متأثر از اندیشه های مارکسیستی و مجاهدین خلق و التقاطی بودن. فکرشون روحانی بود ولی التقاطی بود، یک روحیه رادیکالی و افراطی تند بی‌معنایی داشتن و همه چیز رو بر اساس انقلابی و غیر انقلابی تفسیر میکردن. اگر یک کسی رادیکال بود و تندرو بود، این درست بود، اگر تندرو نبود غلط بود. یه همچین وضعیتی داشتن. انقلابیگری صرف معیارشون بود و شاخصشون بود. ولذا علمایی که اینا نمیپسندیدن و به تعبیری انقلابی نمیدانستن، اینها رو جلوی راه خودشون بر میداشتن، حتی حاضر بودن اینا رو بکشن، مثل مرحوم شمس‌آبادی. در یک سال قبل از انقلاب اینا بازداشت شدن به عنوان قاتل. تلاش کردن که اینها بگن ما یک جریان سیاسی انقلابی هستیم، نه قاتل، نه آدم کش، نه فقیه کش، نه روحانی کش. در زندان طاغوت، رژیم طاغوت به یه جمع‌بندی رسید که از این فرد به عنوان یک فرصت تلقی کنه، استفاده کنه برای ایجاد اختلاف در روحانیت. ولذا محاکمه‌شون رو به اخیر انداختند و روی این سرمایه گذاری کردند و اینم اعلام همکاری کرد. وقتی که انقلاب شد، اینها به عنوان مریدان آقای منتظری در اطراف آقای منتظری و بیت ایشون تجمع کردن. البته فامیل آقای برادر داماد آقای منتظری هستش و بنا کردن از موقعیت آقای منتظری و جایگاهیشون استفاده کنن، خودشون رو بست بدن و یک تشکیلاتی را بیاندازن.